اگر بخوایم بچه رو عادتش بدیم باید از همون 5 سالگی عادتش بدیم. اونجا باید این حدیث پیغمبر به ذهنها و دلها بنشینه که النقش و فل فسقر العلم و فسقر کن نقش و فل حجر. اگر به این بچه چیز رو تفهیم کردی در کوچکی خیلی عالی و خوب، این بچه تو ذهنش دیگه خواهد نشست. خیلی بچه ها بودن، من این وقت رفتم دیدم 6 سالش بوده 5 سالش بوده، بهش گفتم این دختر خوب من اگر حجابش مراد کنی جایزه خوب من براش میدم. بعدم خود دختر بچه پیغام فرستاد که جایزه ما چی شد؟ گفتم حجاب تو چی شد؟ گفتم حجابم درست میکنم. گفتم من جایزه براش فرستادم. چند سال بعد گفتم من میشناسی؟ گفتم نه. گفتم من همون کسی هستم که امروز چادر سر میکنم، تو در کوچکی یه جایزه مثلا 2000 تومانی به من دادی، من رفتم یه روسری سرم کردم چادر به مادرم گفتم برای من دوخ سرم کردم، الان دارم با حجاب میکردم. مدیون شما هستیم، ممنون شما هم هستیم. خب چی شد؟ نه تندی، نه توبیخ، نه تو سر زدن، نه پونس اینجا فرو کردن مثل افراد رزل که حالا رفتن اونجا اون اعمال انجام میدن، نه کتک کاری کردن، نه هیچی. خیلی راه قشنگ و خوب دیرم شروع بکنیم، حراست ها شروع بکنن، معاونت ها تو دبستان ها، تو دبیرستان ها، تو راهنمایی ها شروع بکنن، مسئول ها، افرادی که مسئولن تو ادارجات شروع بکنن. شما در جواب من در مبارزه گروهی خواهی گفت آقا ما هیچ مسئولیتی تو اداره، کارخونه، مدرسه، دانشگاه فلان نداریم. 10 نفر با هم هستید؟ میفرماید بله هستیم 10 نفر. 10 نفرتون با هم دیگه فلان خانوم میاد رچه تعبیرش نگی به عنوان بعد حجاب. دل برمون سم بیا، بی تو صفا نباشدم، میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا، ای گل نرگسم بیا، دل برمون سم بیا. اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. بحث پیرامون موضوع بسیار ارزشمند و یکی از ما انزل الله و چیزهایی که پروردگار متعال بر قلب مقدس پیامبرش نازل کرده به نام موضوع حجاب بوده و هست که در جلسه دیگر در خدمت عزیزان برادر و گرامی خواهران هستیم با موضوعی از این بحث بسیار حساس و سرنوشت ساز و ارزشمند که بحث حجاب هست، موضوعی که این جلسه میخواییم انشاءالله در خدمت عزیزان باشیم، تقریبا میشه گفت که یکی از موضوعات نزدیک به موضوع پایانی ما هست. یعنی اگر ما بخواییم که بحث حجاب رو جمع‌آوری بکنیم با این موضوع باید جمع‌آوری بکنیم. البته خود این موضوع ممکنه که زیر مجموعه هایی داشته باشه و این زیر مجموعه ها در واقع چند جلسه ای به طول بیانجامه، لیکن اگر بحث حجاب بخواد جمع آوری بشه این موضوع در واقع موضوع پایانی اون خواهد بود. اما این موضوع پایانی عنوانش چه هست؟ می توانیم عنوان اون رو این انتخاب کنیم که چگونه با بدحجابی یا بیحجابی مبارزه کنیم یا چگونه از بدحجابی و بیحجابی و رواج اون جلوگیری به عمل بیاریم و در واقع با چه عواملی با بدحجابی ما مقابله کنیم و برخورد بکنیم اون عوامل چی هست؟ قبل از اینکه به عوامل برخورد کردن و مبارزه با بدحجابی و بیحجابی بپردازیم
این رو به یاد داشته باشید به عنوان یک مقدمه که مبارزه کردن برخلاف اون چرا که در تصور ذهنی خیلی از ماها هست انواعی داره و فقط مبارزه به مبارزه فیزیکی بسنده نمیشه. بعضی وقتا هستش که ما انقدر مبارزه فیزیکی رو در نظر خودمون پرورش میدیم و روش کار میکنیم که تصور میکنیم فقط مبارزه همین یک نوع هست و یا اگر بدونیم مبارزه انواع دیگری هم داره و اونا به موازات این مبارزه فیزیکی ارزشمند هستن و بلکه حساسیتشون بیشتر هم هست، انقدر ما رو اون مبارزه فیزیکی آمدیم کار کردیم در ذهن خودمون که اون مبارزات دیگه، یعنی انواع دیگر مبارزه رو تحت شعاع قرار دادیم، در واقع مظلوم واقع شدن اونها، در حالی که مبارزه انواعی داره. در روایات و احادیث هم آمده، در آیات قرآن کریم هم آیات متعددی پیرامون این قضیه ذکر شده، اما چون اینک ما با این موضوع بحث، یعنی چگونه با بدحجابی مبارزه کنیم روبرو هستیم و اینو موضوع بحث خودمون انتخاب کردیم میخوایم صحبت بکنیم، اگه بخوایم وارد آیات این قضیه بشیم، احادیث و روایات این قضیه بشیم، خود این مطلب دو سه جلسه فقط میطلبه که پیرامون آیات و روایات و احادیثی که انواع مبارزه رو به ما نشون میده و مشخص میکنه و حساسیت های اینا رو درجه بندی میکنه حتی به ما مینمایونه، راجع به اینها میتوانیم دو سه جلسه حتی بحث بکنیم، لکن حتی وارد آیاتش نمیشیم، وارد احادیث نمیشیم، صرفا به شما عرض میکنیم بنابر اطمینانی که به ما دارید بدونید که بنده دارم عرض میکنم که ما راجع به این قضیه آیات متعددی داریم و احادیث و روایات بسیاری داریم که به ما میفهماند و بیان میدارد که مبارزه انواع و اقسامی داره. یه وقت مبارزه همون مبارزه فیزیکیه، یعنی شما با دست، با پا، با سر، با حربه، عرض به خدمتتون این که تفنگ، عرض به خدمتتون که، یا در مجموع بخوایم بگیم که مسلح به یک سلاحی شما توی میدان جهاد و مبارزه قرار داری، بر علیه دشمن مبارزه میکنی، این مبارزه فیزیکی است. یک نوع جهاد اگر در راه خدای تعالی باشه و به رضایت پروردگار باشه، یک نوع جهاده، جهاد فی سبیل الله هست و اجر و پاداش زیادی هم داره که اصطلاح هم بهش میگن جهاد نفسانی، یعنی با نفست شما داری جهاد میکنی. اما گاهی جهاد با قلم هم هست، مثلا یه وقت هستش که شما میبینی که دشمن آمده یک سری اشکالاتی رو توی جامعه پخش و پلا کرده و هیچ کس به این اشکالات پاسخ نمیده. شما علامه هلی رحمت الله علیه هستی، ایشون رفته دیده آقا چند صد سال پیش هنوز نه کتابی آمده چاپخونه‌ای که کتاب آنچنانی چاپ کنه، در واقع نه وسایل چاپی امروز بوده، نه خودکار بیک هست، نه نمیدونم قلم روان نویس هست، نه خودنویس هست، نه نمیدونم چیزای امروزی هست، نه تخته‌ای که روش با انگوش اشاره بکنی خودش مثلا تا آخر رو بنویسه، این چیزها نیست. فقط یک راه بیشتر نداره، دیده یک مخالفی یک کتاب نوشته بر علیه شیعه، تهاجم شدیدی کرده و این تهاجم باید پاسخ داده بشه، هیچ کس هم هنوز اطلاعی نداره، این کتاب هم میخواد طرف ببره با کمک دشمنان شیعه رواج بده، شروع کنه رونویسی کنه، بازنویسی کنه، با همون وسیله اون روزی که بوده مثلا به قول ما چاپ بزنه، در اختیار قرار بده. علامه هلی از این موضوع اطلاع حاصل میکنه، به این آقا میگه آقا کتابی نوشتی، ما که شیعه هستیم ببینیم چی هست، و او هم در اختیار علامه هلی قرار میده، علامه هلی کتاب هم داره میره خونه، از سر شب شروع میکنه این کتابو نوشتن، از روش مینویسه که صبح به او گفته من این کتابو باید به تو پس بدم. چرا؟ برای اینکه این نوشتر داشته باشه، شروع کنه قبل از اینکه این کتاب پخش بشه در بین، عرض بخواد، مردم اشکالات، این جواب اشکالات شروع کنه در آوردن نوشتن که یا توأم با اون کتاب همزمان، یا اینکه شاید هم بشه جلوتر از این که این کتاب تا پخش بشه به آنچنان، این شروع کنیم پاسخ اشکالات رو بگه آقا یا اشکالاتی ممکنه بکنن، این پاسخش هست.
بشکونه کمر اشکالات دشمن رو. انقدر این جهاد مهم هست، انقدر این جهاد ارزشمنده. ببینید جهاد قلمی، جهاد با قلم، انقدر این جهاد مهمه که این علامه شروع میکنه اینا نوشتن. خودش میگه من خسته شدم، چشمام دیگه خواب فرا گرفته بود، عرض به خدمتتون که دیگه دیدم نمیتونم، مثلا یه کتاب بعد همه اینا رو شروع کنم بازنویسی کنم، رونویسی کنم تا میخوام شروع کنم به خوندن و پاسخ دادن. دیدم یه کسی از در اومد تو، فکر نکردم که این چگونه آمد تو، از در آمد تو، پله‌های این اتاق ما آمد بالا، یه پله‌هایی داشت، اتاق بالا داشت، آمد تو گفتش که سلام علیکم. ما سلام کردیم، پیش خودم گفتم ای داد، ما یه کتاب گرفتیم صبح باید تحویل این بنده خدا بدیم، رو نویسی میخوایم بکنیم تا صبح هم بیشتر وقت نداریم، یه سری بشیم بنویسیم. حالا این اومده حتما یا یه اشکال اعتقادی یا فقهی یا پولی میخواد یا طلبه ایست چیزی میخواد، حالا مشکل شد دوتا، حالا ما با این چیکار کنیم؟ نشسته گفتم آقا بفرمایید شما کاری دارین؟ شما گفت کتابی داری چیزی داری مینویسی؟ گفتم بله آقا یه کتابی ما گرفتیم چیز داریم مینویسیم و اینا. گفت شما خسته شدی میخوای برو استراحت کن، بده من یه خود برات بنویسم تا شما بیای. اصلا علامه علی میگه اینکه اختیار رو از من گرفته باشم، ما دیدم خیلی خسته هستم، گفتم خدا پدرت رو بیامرزه، پس بیا از اینجا شروع کن به نوشتن این کتاب تا آخر، تا من انشالله بلند شم از شما بگیرم، یه ساعت من میخوام شما منو بیدار کن من بیام بگیرم از شما. گفت بسیار خوب شما استراحت کن من مینویسم برشون. گفت نشست نوشت، ما رفتیم خوابیدیم، بلند شدیم دیدیم ای داد چند دقیقه مونده به اذان صبح، سریع اومدیم دیدیم طلبه نیست، این روحانی که اومد بالا نیست، کتاب رفتیم خدایا عجب گرفتار، چه کاری بود ما کردیم؟ نوشتیم، نشستیم نگاه کردیم کتاب، دیدیم نوشته، همه رو دقت کردیم، صفحه اول صفحه دوم یه خود بر زدیم توش، دقت کردیم تطبیق دادیم دیدیم درسته، همه رو نوشته، دیدیم نه همه رو نوشته، آخر کتابم دیدیم که امضا کرده و رفته، امضاش رو خوندیم نوشته حجت ابن الحسن المهدی اللهم الله فدا سلام. این مطلب میرساند که امام زمان علیه السلام ناظر و حاضر، همچنان که بر جهاد نفسانی حاضر هست تو جبهه ها، رزمندگان اون ایثار و فداکاری رو میکنن، اون بزرگوار حاضر در جبهه ها هست، خیلی از سرهای رزمندگان رو در دامان خودش میگیره موقع شهادت اونها، در جهاد قلمی هم حضرت حاضره. جهاد فقط یک نوع نیست، باید دید جامعه در هر زمانی به چه نوع جهادی نیاز داره. انسان فقط نگه ما فقط میریم فیزیکی میجنگیم، نه، شما ببینید مقام معظم رهبری مدظ الله العالی هم همین مطلب رو بیان میکنه. امروز خطر دشمن در جبهه فرهنگی بسیار زیادتره، همه آماده باشید، همه باید بگن چشم. حالا کسی بگه نه ما فقط هر وقت جنگ بود میخوا، این حرف خوبی نیست. پس جهاد انواعی داره، اینو دوستان ما خانوم ها و آقایون باید دقت بکنن. وقتی سخن از جهاد قلم و نوشتن به میان میاد، باید بدونن انقدر این مهمه که امام زمان علیه السلام نظارت داره و کمک خواهد کرد، با عنایت اون حضرت انسان میتونه به پیش بره و به همون مقدار نفسانی، بلکه بعضی جاها بالاتر از جهاد نفسانی هم هست. یعنی یک جامعه رو یهو یک نوشته، یک جزوه، یک صفحه، چند خط از یک انحراف بزرگ نجات میده. ولذا قدر نوشتن رو بدونید، قدر اینکه بنشینید یک کاری رو تحقیق بکنید، یک اشکالی رو در بیارید پاسخش رو و زحمت بکشید، بدونید این مورد نظر امام زمان علیه السلام هست. دیگه بالاتر از این امام زمان بیاد با شما صحبت بکنه؟ که درسی که به علامه هلی داده، اینا برای چیز که علامه هلی رو حضرت کمک میکنه؟ برای اینکه همه ما شیعیان میدونیم این کار مورد نظر اون بزرگوار. پس دنبال اشکالات رفتن، پاسخ اینها رو درآوردن، مبارزه قلمی کردن، این یکی از انواع مبارزه است که بسیار حساس و حائز اهمیت است. گاهی جهاد با زبان هست، گاهی انسان با زبان خودش جهاد میکنه، یعنی اینکه به یکی میفهمانه که آقا این عمل زشته، این که همش انسان بشینه زبانشو موش خورده
قلمش هم که نمی نویسه، چون قلم بیک مثلا نیست، نمی نویسه. شوخی داریم میکنیم میگیم حالا قلم بیک هست. قدمش هم که از نمیدونم پاش زانواش دکتر گفته آقا جون دیگه قزروفات درست کار نمیکنه، راه نمیره هیچ. مغزش هم که کار نمیکنه. خب یه بارکی دیگه یه قطعه ای رو تو بهشتر رو براش در نظر بگیریم که بخوابونیمش همونجا دیگه، دیگه بلندش نکنیم دیگه. خب این دیگه چه انسان چه خاصیتی داره، چه به درد بخوره؟ شما ببینید مرحوم والد ما رحمت الله علی یک مجلسی رفته بود برای بنده خدای 50 سال پیش 60 سال پیش مثلا رفته بود خواستگاری، زمان قبل از انقلاب بود. تو اون مجلس هو یه خانومی بدون حجاب چای آورده و پخش کرده بود. این خانوم مادر اون خانومی بود که میخواست به اصطلاح رفته بودن خواستگاریش، که حالا حاج آقای ما رفته بود خواستگاری برای یه بنده خدایی، گفت بودن شما بیا توی مجلس خواستگاری که بزرگتر ما هستی. رفته بود مثلا خواستگاری که او صحبت بکنه، کلامش بیانش خوب بود صحبت بکنه. مادر اون خانوم که میخواست که خواستگاری بکنن فلان آمده بود بی حجاب چایی پخش کرده. حاج آقا بفهم این چایی. ایشون فهمیده بود که من خیلی ممنون. گفته بود میل ندارید؟ فهمیده بود که چرا میل دارم. گفته بود پس بخورید. گفت من چای از دست شما نمیخورم. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه حرومه. گفت برای چی حرومه؟ گفت برای اینکه شما بی حجابی. قهر کرده و رفته و بیرون مجلس. چایی هم بشه برده بود و اونجا قایم زده بود مثلا زمین و فلان. یه وقت جهاد جهاد لسانی است، جهاد با زبان هست. این که ما همش بنشینیم بگیم آقا یکی دیگه بگه به ما چه مربوطه، اینها نمیشه. یه وقت جهاد با فکره، یعنی انسان باید فکرشو به کار بیاندازه چجوری میتونه جلو سایت‌های دشمن رو بگیره، چجوری میتونه پارازیت رو ماهواره‌های دشمن بیاندازه، چجوری میتونه که به قول معروف ببنده این هجوم اطلاعاتی دشمن روی این اینترنت و سایت و امثال اینها. یه وقت جهاد جهاد فکره، یه وقت جهاد با مال هست. تمام اینها رو احادیث داریم و روایت داریم. من خواهشم اینه که وقتی گوش میکنید به فراموشی نسپارید اینها رو، دقت داشته باشید که واقعا روش کار بکنید، واقعا قدر این جهادها رو بدونید. فقط یک نوع جهاد تو ذهنتون نباشه. گاهی جهاد با ماله، یعنی امروز نیاز به مال من هست، میخوایم یه جا 1000 تا سیدی چی بکنیم، من پولی دارم، امسال سود خوبی هم کردم، یه قسمشو میذارم کنار برم 1000 تا سیدی حجاب بگیرم پخش کنم بین فلان مدارس محرومی که اینا از نظر فرهنگی فقرشون بیشتر از اقتصادی هست. خب بروم این کار رو انجام بدم، برم این کار رو بکنم. این میشه جهاد با مال. یا به گونه دیگر میخوایم جایی رو چی کنیم، چادر نماز تو این مدرسه ندارن، چادر مشکی بچه‌ها ندارن، مادرها تو اون خونه چادر ندارن، یه چادر دارن مادره عرض به خدمتتون که سر میکنه، دخترم همون رو سر میکنه، میخواد بیاد بیرون، بهش میگه چرا بی چادر آمدی؟ چون من تو مدرسه بودم با این خانم ها صحبت کردم دارم عرض میکنم. گفته که آقا مادر ما یه چادر تو خونه داریم. یا مادر سر میکنه اون روز که مامان چادرش احتیاج داره من نمیتونم سر کنم با مانتور سری میام بیرون، یه چادر مشکی بخریم بریم به این خانم بدیم، 10 تا 20 تا 30 تا چادر مشکی بخریم تو اون مدرسه بگذاریم. چرا مال ما باید بره تو جیب کولی ها و زن های اسپندی و بعضی اینا هرزه افراد فاسد و فاسق؟ چرا باید تو جیب تکدیگری و گداهایی که سر چهارراه هستن روزی 40-50 هزار تومان با کم و زیادش کاسبن پولمون تو جیب اینا باید؟ خب بریم چادر مشکی بخواه بده مدارس، 20 تا چادر نماز بخواه بده فلان نمازخونه مدرسه، بگو خانم این باشه تو این مدرسه هر کس میخواد نماز بخونه چادرها در اختیارش باشه. بچه‌ها نیام به نوبت وایسن تا نماز یکی تموم بشه دیگری با اون چادر نماز بخونه. چادرهای کثیف پاره تو بعضی نمازخونهای مدارس هست. چرا باید این گونه باشه؟ چرا؟ این جهاد با ماله. صدقه‌ای که می‌خوایم بدیم، صندوق صدقاتی که تو خونه می‌گذاریم یا جای دیگه می‌گذاریم، صندوق صدقات رو خودمون صندوق بذاریم، پولش رو جمع بکنیم، به کلیه‌ها ندیم، به گداهای سر چهارراه ندیم، به جوونی که اومده همچین کنه 200 تومن بده من میخوام برم نهار بخورم، معذرت میخوام بگو تو توپ بخوری، جوونی برو سر کار، برای چی من 200 تومن به تو بدم، تو 400 تومن به من بده، زودی در میاریم 200 تومن میدیم به این جوون، 200 تومن تو ورد و جلو همون جوونه بنده تو اون صندوق، بذار این جمع بشه، برو تو این مدارس ببین چه خبره، مدارس دخترانه ببین چند نفر چادر مشکی ندارن بهشون بده، چند نفر مقنعه ندارن بهشون بده، چند نفر چادر نماز ندارن توی مدارس چادر نمازه کثیف بهشون بده،
به جای کارهای بی ربط انجام دادن بریم توی این مدارس دخترانه بگیم خانم من یه چیزی گرو اینجا میگذارم، چادر نمازاتون رو بدین، من همه رو ببرم منزل بشورم بیارم براتون بهتون تحویل بدم. مشکلش چی خواهد بود اگر این کارها رو ما انجام بدیم؟ تا حالا این کارها رو کردیم ما؟ تمیز باشیم، بچه‌ها رغبت کنن به جشن عبادت، یک سری بچه‌ها کمک کنیم، چیزهایی که به عبادت اینها، به حجاب اینها مخصوصا دختر خانم ها کمک میکنه بریم بگیریم در اختیار اینها قرار بدیم. اینها میشه جهاد. ما متاسفانه یک نوع جهاد تو ذهنمونه، فقط جهاد نفسانی. این اشتباه محض. حالا من 10 بار دیگه مگه تکرار بکنم ممکنه به من اعتراض بشه آقا چقدر شما تکرار کردی. برای اینکه میخوام از این مجلس که رفتید بیرون و هر کس صدای ما رو داره میشنوه این اشتباه رو تو ذهنش بیرون بکنه، از این تاریخ به بعد بدون همه اینها جهاد به موازات همدیگه، بعضی ها بالاتر از جهاد نفسانی، جهاد با مال، اینها همه جهاد. با بدحجابی مبارزه و جهاد رو در کجا، چه زمانی و به چه صورتی، به چه طریقی باید ما شروع بکنیم؟ قرآن به ما میگوید، روایات به ما میفرماید یک مسلمان مخصوصا یک فرد شیعه باید در هر مقطع زمانی آمر به معروف و ناهی از منکر باش. آمر به معروف که یه چیزیست امروز خیلی ازش در میرن، اصلا یکی از ما انزل اللهایی هست که عدم توجه به اون، حالا بعضی از احادیث رو که نمیخواستیم وارد احادیث بشیم فقط در این زمینه که خیلی حساس هست من برای شما میخونم، ممکنه فرد رو با کفر از دنیا ببره بیرون، ممکنه فرد رو با کفر یعنی کافر فرد از دنیا بره، کسی که نه آمر به معروف نه ناهی از منکر، دهنشو بسته، جلو مالش هم برای این مسائل گرفته، جلو قدمش هم گرفته، نمیره فلان، جهاد قدمی هم نداره، قلمی هم نداره، لسانی هم نداره، نفسانی هم نداره، فلان، همه جهاد همه نشسته. همون عرض کردیم که یه قطعه بعد براش پیدا کنیم تو بیسر را. این ممکنه این عدم نهی از منکر ناهی بودن و عدم آمر بودن به معروف حتی با کفر او را از این دنیا بیرون ببره. ولذا می فهمان یک مسلمان مخصوصا یه فرد شیعه در هر مقطع زمانی باید همواره آمر به معروف و ناهی از منکر باشه. مخصوصا در زمانی که پیغمبر فرمود سیعتی زمانون، زمانی میاد که مردم آمر به منکر و ناهی از معروف میشوند، یعنی همه میرن بدحجاب میشن، اگه کسی با حجاب بود بهش انگهایی میزنن، میگن این عقب افتاده است، منکر معروف، معروف منکر شده. بهار الانوار رو باز بکنید، ماره عرض به خدمتون که باب، یه باب داره برای آخر الزمان، یه باب داره پیشگویی های پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، ببینید اونجا سیعتی با این عبارت شروع میشه، سیعتی زمانون، زمانی میاد که معروف منکر میشه. و جالب اینجاست یه عده ای از مردم آمر به منکر میشن و ناهی از معروف میشن. شوهر به زنش میگوید این چه وضعیه، تو راه میای آبرو منو میبری، برو این چادر مادر بذار کنار، یه جوری بیا بیرون، یه آرایشی بکن پیش دوستان ما بتونیم تو رو از آب در بیاریم پیش اینها. پناه بر خدا، جل الخالق و المخلوق، یعنی شده ناهی از معروف آمر به منکر. این گونه شد، این آقا اومده تو فلان مجلس میگه اینجوری، خانوم و چادرش از سرش به زور برداشته، خانوم هم از ترس اینکه زندگیش به هم بخوره برد خانوم رو به قهقرا کشوند، یک خانوم متدین و خوب رو برد به قهقرا کشوند، برای اینکه این رفته دانشگاه دکترا گرفته میخواد این خانومش پیش رفیقای دکترش اینو در بیاره از دو آبگی، اینا برای اونا در بیاره. اینا همه با عبارت سیعتی زمانون آمده. ولذا در زمانی که آمر به منکر و ناهی از معروف هست باید ما جهاد داشته باشیم، یعنی آمر به معروف باشیم و ناهی از منکر باشیم. اما دقت بکنید، مرحوم آیت الله فلسفی رحمت الله علیه در کتاب تربیت کودک خودشون صفحه 407 چقدر عبارت قشنگی راجع به نهی از منکر می فرماید. دقت بکنید،
ایشون میفرماید نهی از منکر یکی از فرائض مهم اسلامی است. خوب دقت بکنید، نهی از منکر یک نظارت ملی قانونی بر تمام شؤون اجتماع است. این چقدر این مهمه. نهی از منکر یک انتقاد پاک و منزهی است که به وسیله آن می توان جامعه را از انحطاط و سقوط نگه داشت. اینقدر نهی از منکر خاصیت داره. عبارات بسیار عبارات زیبا و جالبی است. این مال مبارزه کردن. حالا این مبارزه خودش بر چند نوع تقسیم میشه. گفتیم یک انواعی داره، یک اقسامی داره. مبارزه بر دو قسم از نظری تقسیم میشه. یک مبارزه فردی ما داریم، یک مبارزه اجتماعی یا گروهی داریم. وقتی ما در مقابله با یک منکری به نام پدیده بدحجابی و بیحجابی قرار گرفتیم، باید هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی و اجتماعی به عنوان یک وظیفه شرعی و عقلی مبارزه بکنیم. خب در مبارزه فردی که قسم اول مبارزه ما هست، دو مرحله توسط فرد به اجرا در میاد. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، چون این به درد خیلی بحثای دیگه شما هم خواهد خورد. یک مرحله ایجابی و اثباتی قضیه است. خوب دقت کنید، میخوام یک نتیجه بگیریم، اما با هم یه نتیجه بگیریم انشاءالله. مرحله ایجابی و اثباتی چیه؟ در مبارزه فردی مرحله ایجابی و اثباتی که مرحله اول حتما باید بهش آگاهی داشته باشیم این هستش که شخصی که میخواهد مبارزه فردی بکنه با بدحجابی و بیحجابی، اول باید خودش یک دوره سیدی، یک دوره کتاب، یک دوره آیات، یک دوره روایات و احادیث راجع به بدحجابی و بیحجابی رو قشنگ مطالعه کرده باشه، خوب 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 آگاهی بهش داشته باشه، برای خودش مطلب جا افتاده باشه، اثبات شده باشه، بلندش بره بیرون مطلب رو شروع کنه بیان کردن. اینه بهش میگن مرحله ایجابی قضیه، یعنی از راه تحقیق براش حاصل شده باشه. و الا خطر این که انسان آگاهی به این مطلب نداشته باشه اصلا، بره شروع کنه تبلیغ کنه، شما خودت هم میدونید تبلیغ بد بهترین وسیله برای ترویج عقاید دشمنان هست، بهترین وسیله و ابزار است که دشمنان بتونن راحت کار خودشون رو انجام بدن برن. یعنی ما چجوری به دشمن کمک کنیم؟ جواب شما با تبلیغ بد، با بد تبلیغ کردن. طرف تو خیابون ولیعصر تهران پونس روی پیشونی زنهای بد حجاب میچسبونده، کار بسیار قبیح و خلاف شرع که اسلام به این کارا راضی نیست، اینقدر تندرو و افراطی بوده بدون اینکه اصلا بدون بدحجابی و حجاب چی هست، چند تا آیه راجبش داریم، اینقدرم ریش داشته، حالا رفته پاپیون زده، موهاشو از پشت بسته توی خارج، شبکه‌های ماهواره‌ای هم مثلا ماهواره‌ای هم نشونش میدن، فلان ایالت مثلا آمریکا رفته با فلان خواننده طاغوتی عکس میندازه و افتخار میکنه ریشش هم تا ته زده، شده مخالف حجاب، مخالف نظام، مخالف اسلام، مخالف نام ولایت، مخالف همه چی. و این معلومه که همینا بود. یعنی شخصی بوده که خودش مرحله ایجابی و اثباتی را پشت سر نگذاشته است، آگاهی نداشته، بدون آگاهی اومده تو میدون، الان ازش استفاده دارن میکنن، میگن آقا ببین ایشون هم رفت گفت اشتباه کردیم و حالا داره برمیگرده، شما هم دارین اشتباه میکنین، غافل از این که این اصلا از اول اعتقاد درستی نداشته. این خطرش بیشتر از شخصیه که اصولا بدحجابی رو میبینه، عرض به خدمتتون که سکوت میکنه یا با بدحجابی همراهی میکنه، این فرد خطرش از این فرد بیشتر هست. این مرحله اول. اما مرحله دوم مرحله نفی و مرحله انکاری است. مرحله نفی و مرحله انکاری یعنی شخص مرحله ایجابی و اثباتی رو پشت سر گذاشته، آگاهی کامل دارد، میاد تو میدون، ولذا شما تو رساله های عملیه ببینید در امر به معروف و نهی از منکر هیچ
مسئله اینجوری نیست. دقت بکنید، دو چیز در امر معروف و نهی از منکر هست که در دیگر چیزها نیست. ببینید به چه صورت. حالا عرض میکنم یک صلواتی بفرستید. در مرحله نفی و انکار قضیه یا همون انکاری، شما ببینید که در رساله های عملیه در امر به معروف و نهی از منکر میفرماید آمر به معروف و نهی از منکر باید شرایط امر به معروف و نهی از منکر رو بدونه، مراتب اون رو هم بدونه. یعنی امر به معروف و نهی از منکر هم شرایط داره هم مراتب داره. اگر شرایط رو بدونی مراتب رو در نظر نگیری حق این کار رو نداری. مراتب رو در نظر بگیری شرایط رو در نظر نگیری باز هم حق این کار رو نداری. میگه هر دو، هم شرایط رو باید در نظر بگیری هم مراتب. همینجور گتره ای که انسان نمیاد تو میدان شروع کنه امر به معروف و نهی از منکر کردن. که در مرحله نفی و انکار انسان با اثبات شدن این قضیه برای خودش میاد تو میدان، شروع میکنه بدحجاب رو از طرق مختلف. یعنی من میدونم این بدحجاب گرفتار چه عاملی شده، چه چیزی روش اثر گذاشته، دقیقاً واکسن همون چیز رو باید بهش بزنم. ممکنه یه بدحجابی شما میخوای برایش روایت و حدیث بخونی، اصلا این روایت و حدیث رو قبول نداره. شما اینجا بالعکس میای داروی روایت و حدیث رو به اینی میدی که روایت و حدیث رو قبول نداره، اون بدحجابی که مثلا باید مورد توبیخ قرار بگیره رو مثلا باید بهش روایت و حدیث بهش بگویی که قبول داره تا حالا به گوشش نخورده، اونو شما میای توبیخش میکنی. توبیخ مال فرد اول بوده، حدیث و روایت مال دوم بوده. شما دارو رو بالعکس میدی، مریض شما خوب نمیشه. شما باید اول عوامل رو بشناسی، با این بدحجاب و بیحجاب صحبت بکنی، ببینی این چشه. به قول قدیمی ها میگفتن ببین چه مرگش هست که داره این کار انجام میده. بچه یه خوده که چی میکرده فلانه، هی گریه میکرد گریه میکرد گریه میکرد، ساکت نمیشد ساکت نمیشد. اون یه مادره یا مادر بزرگه اونجا نشسته، اون یک فرد میگه آقا ببین چه مرگش آخه، ببین آخه چش هست. اول ما ببینیم چشه. این ممکنه میگه آقا من توی خانواده ایم که مثلا مادرم به من میگه حتما باید چادرتو برداری، خود من دوست دارم چادر بر سرم باشه. خب این مسئلهش فرق میکنه، این داروی دیگر رو نیاری به این بدی بخوره، از یه واکسن دیگری برای این استفاده نکنی که غلط هست. پس باید عوامل رو بشناسیم. در مرحله نفی میخوایم وقتی برخورد بکنیم قضیه اثبات و ایجاب درست شده، با اون شناخت عوامل رو هم بشناسیم که چه عوامل عمده ای هست برای بدحجابی و بیحجابی، برای مبارزه کردنش اینا رو هم بشناسیم، بریم شروع کنیم به جهاد کردن در این زمینه. هر نوعش، هر عاملی یه نوع جهادی رو میطلبه، هر عاملی. این در مورد مبارزه فردی است. در مورد مبارزه گروهی که گفتیم قسم دوم مبارزه کردن هست، اون هستش که به صورت گروهی نظام اسلامی سردمداران یعنی مدیران کشور، مدیران دلسوز، همه دست در دست همدیگه قرار بدن. حالا این در رده‌های بالاست، در رده‌های پایین هم همینطور. خوشبختانه کشور ما دارای یک رهبری بسیار خردمندانه و دلسوز و متعهد و متدین که در صدها سال ایران چنین رهبریتی از زمان حضرت امام انقلاب به این ور ما واقعا نداشتیم. اینو بیرو دروایسی و بدون هیچ گونه تملق‌گویی می‌خوایم عرض بکنیم، نداشتیم همچین چیزی. شما بخونید تاریخ ایران، ما همچین رهبریتی نداشتیم تو ایران، همچین رهبریتی نداشتیم که خودش نمازخون باشه، روزه بگیر باشه، متدین باشه، متعهد باشه، دلسوز باشه، مشوق حجاب، مشوق نماز، مشوق عبادات، مشوق مسائل انسانی و اخلاقی اینا باشه. نداشتیم همچین چیز. خب
با پشتوانه یک چنین رهبریتی مدیرانی که در سطح بالا هستند، بعد میاد مدیرانی که در سطح پایینن. بنده آقا معاون یک مدرسه هستم، مدیر یک مدرسه هستم، این مبارزه گروهی رو راحت میتونم انجام بدم. چه حالا عرض میکنم در یک اداره معاون اون اداره هستم، مسئول حراست یک کارخانه، اداره، شرکت یا دانشگاهی خوشبختانه هستم، مسئول حراستش هستم. خب من اونجا هستم، عرض به خدمتتون که بنده رو گوشه اینجا مسئول، روز قیامت از من به عنوان مسئول حراست دانشگاه سوال نخواهند کرد، وقفوهم انهم مسئولون، سوال نخواهند کرد که تو همچین رهبری داشتی، توی همچین کشوری بودی، دستت هم باز بود، برای چی جلوی بدحجابی تو دانشگاه رو نگرفتی؟ میتوانستی این کار انجام بدی؟ من چه چیزی در جواب خواهم گفت؟ به عنوان مسئول یک مدرسه من چه چیزی خواهم گفت؟ خانومی توی مدرسه مدیره، توی یک مدرسه دبستانی معلم هست، بنده به سهم خودم من این کار رو انجام دادم. آقا میشه این کار انجام داد؟ بله، بنده این وحمد باف این کار رو انجام دادم. 350 تا دانشجوی خانوم توی دانشگاه، اولین روزی که تو سرش کلاس من رفتم به اینها گفتم که فردا دو تا کار رو من دوست ندارم انجام بدید، یک بعد از من کسی تو کلاس نمیاد، دوم خانوم ها نباید آرایش داشته باشن و حجابشون 100% باید درست باشه. اینا فردا اومدن یه سری اومدن همین بعد حجابا، گفتن یا الله، گفتیم یا الله بی الله، خداحافظ، بفهم باشه در کلاس. شوخی دارم بابا، گفتم یکیش من گفت استاد قبلم همین حرفا رو می‌زدن، شما نیم ساعت اینجا میسین خودتون میگین بیاین تو. گفتم حالا 2000 بده آش به همین خیال باش. بعد گریه میکرد خدا شده چند جلسه بعد مادرش واش اردو دانشگاه، مثل یاد دبستانش افتاده بود، مادرش اردو دانشگاه، مادرش گریه میکرد، مادرش ما شمال بود، از شمال باشه دانشگاه، گفت بچه من راه بدین سر کلاس. ایشون جو گفتم بدون حجاب امکان نداره سر کلاس، باید حجابش مراعات بشه، آرایش هم نشته بشه. خدا گواه است به نحوی شد اینها سر کلاس تماما با چادر می اومدن می نشستن. خیلی جالب بود، به من میگفتن بعد از چند جلسه، زمان زنگ که میخورد، ما بهش میگیم زنگ تفریح، زنگ که میخورد، خب اینا خانوم هم، مخصوصا خانوم هم خیلی به خوردن ساندیس رو نمیدونم مثلا کیک رو نمیدونم چیزایی که از خودشون تنقلات زیاد میرن، آقایون اهل این حرفا زیاد نیستن، اینا تنقلاتی هم میوردن. خانوم هایی که اهل تنقلاتن یه صد هیچی نخورن، یه مثلا میگن فشارمون افتاد پایین، الان که بیمیریم میترسن هم مردن، اینها میگفتن آقا، میگفتن آقا زنگ خورده، با عزت ما میگفتن نه استاد تشریف داشته باشید. از اون صحبت هایی که میکردید برای ما یه خودی بگو، میگفتن آقا زنگت، میگفت برای ما اشکال نداره، ما دیگه گیرمون نمیاد تا جلسه آینده، بفرمایید. 15 دقیقه اینا وقت تنفس و آنتراک داشتن، اون 15 دقیقه رو ما برای اینا صحبت میکردیم سر زنگ تفریحش. میشود به اینجا برسه؟ بله میشود برسه، راه داره. انسان اگر من مسئول حراست دانشگاه، من رفتم با مسئول حراست دانشگاه صحبت میکنم، میگم برای چی شما میذارین خانم ها بیان اینجا؟ گفتم ما حریف نمیشیم. گفتم بخاطر اینکه شما در اتاق واسین رفتین که تو اتاق نشستین، خب بشین بیاین بیرون تو راهرو راه برید. سه روز تذکر بدید، روز چهارم اگه کسی جرئت کرد با این وضعیت وسط راه راه بچرخه، ریش همه این دانشجوها پسر دختر گرو شما هاست. اگه شما امضا نکنید دانشگاه، اینا نمیتونن واحدشون رو پاس بکنن، میافتن میمونن، همه هم از این میترسن که واحدشون پاس نشه و بمونن. مگه میشه؟ شما خودتون مثل قدیمی ها میگفتن تن خودتون میخاره، خودتون مشکل دارید. و متاسفانه حراست های ما روز به روز ضعیف و ضعیف و ضعیف و ضعیفتر شده تا به امروز که چیزی از حراست نمونده، یه چیزی اسمی ازشون مونده، یعنی یه شیری که عرض به خدمتتون که میگفت ناصرالدین شاه یه وقتی آمد توی جایی گفتش که من میخوام امروز این شیرا رو بندازیم به جون هم دیگه، برای من دعوا کنم، من لذت ببرم. اینا یکی از شیرا قضا بهش نرسیده بود، مرده بود. گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، رفتن پوست شیره رو آوردن، یکی از این مش قربون رو کردن تو پوست این شیره، گفتن برو تو قفس. عرض به خدمتتون این که بجنگ با این شیره، ناصرالدین شاه تو گفت با منو میخوره، پدرم گفت نه اونم شیر میبینه خیال میکنه شیره کاری بهت نره. خلاصه میگن اینجوری کردش تو پوست شیر، شیره رفت تو قفس و با اون یکی شیره و یو همش میگفت یا ابوالفاس یا حسین، الان من جان مادر ما کاری نداشته، به شیره مثلا میگفت.
شیره این مشقربون بود شیره همش گفت مشقربون نترس منم مش حسینم اون یکی شیره مرده دوتایی با همین اب نداره نترس منم با خودت حراست های ما امروز هیچی ازشون باقی نمونده تو دانشگاه ها تو ادارات تو کارخونه جان برید جلوی اختلاط ها رو بگیری مبارزه گروهی بکنید شما حقوق دارید میگیرید زیر نظر مقام معظم رهبری دارید فعالیت میکنید رهبر داره دل میسوزونه برای کشور هرس داره میخوره به خاطر شماها شما آبرو رهبر رو هم میبرید برید فعالیت بکنید بگیرید جلو بد حجابی رو جلو بی حجابی رو نشستید تو اتاق درار رو خودتون بستید که چی توی ادارجات خانم ها آقایون توی اتاق جمعن قاه قاه میخندن دو بار بهش تذکر بده اگه دفعه سوم این کارو کرد بگو خانم دفعه دیگه اینجور باشه مینویسم برای مدیریت کارخونه اخراجت بکنه اصلا همونجا میبرنش تو سی سی او تو این وضعیت بیکاری انقدر میترسه که این بنده خدا اخراج بشه تمام اصلا حرفا رو نه شما کی تذکر دادین که اینا گوش نکنن فلان استاد دانشگاه اومده پیش بنده به بنده میگه که فلان حراست اومده پیش من میگه آقای دکتر بله سر کلاس قربونت تذکری به بیهجابی بده گو برگشتم یه لبخندی زدم بهش گفتم شما که مسئول حراستی درو باز گذاشتی هر چی بیهجاب میاد تو دانشگاه یه سریشون هم میفیسی تو اتاق من تو کلاس من بعد به من میگی من جلو اینا رو بگیرم دیگه این آخرین کلاس دانشگاه است که آخر راهرویم که تو اول راهرو که دم در هست گلوگاه جلوشون رو بگیر به من بیام با اینا یک که به دو بکنم و تو حقوق داری میگیری برای چی حالا تو اداره جاتم همینطور تو کارخونه جاتم همینطور یک تذکر من معتقدم یک تذکر نه دو نه سه نفر ممکنه تو کل این ادارجات کارخونجات مورد دار بشن ده نفر هم تو دانشگاه مورد دار بشن اگر سر یک ماه دانشگاه ها 180 درجه بر نگشت با این تذکرات جدی ها که پاش وایسیم نه اینکه بگیم امروز میخوایم فلان چیزو بگیریم ببندیم یه ماه این کارو بکنیم بعدش اصلا دوباره بریم دنبال یه چیز دیگر وایسیم پاش نه بگیره نه ببنده فقط با تذکر اگر اینجوری کنی به استاد میگیم سه جلسه سر کلاس راحت نده باید خودتو درست بکنی تربیت بکنی بیای سر کلاس چه وضعی اومدی سر کلاس عروسی اومدی هجله آمدی اینجا عروسی بکنی تو مجلس عروسی شرکت بکنی اومدی دانشگاه درس بخونی دانشگاه شما برید این تو دانشگاه بعضن چه خبره مخصوصا دانشگاه های هنر اصلا وضعیت نیست که انصافا تو عروسی هایی که خانم ها ظاهر میشن دانشگاه هنر ما بعضا بدتر از عروسی های خانم هاست که ظاهر میشن اونجا خب ببینید چه خبره حراست ها کجا حراست ها در را بستن تو اتاق دارن چایی میخورن به به نوش جانتون قلیون هم بگیم براتون بیارن و این که نشد کار بله با این وضع دولت چه کند هیچ آقا مملکت رهبر دارد یک رهبر 70 میلیون فرد 700 میلیون موضوع مورد بحث که یک نفر به عنوان رهبر باید همین رو رسیدگی کنه امام معصوم هم باشه نمیتواند این کار انجام بده چون از مسیر طبیعی باید حرکت بکنه امام معصوم هم نمیتونه این کار انجام بده مگه میشه یه رهبر به همه این کارا رسیدگی بکنه در مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی، اعتقادی، اخلاقی همه وارد بشه مگه میشه همچین چیزی؟ این چه توقع و انتظاری است که ما از رهبر ارجمند خودمون داریم؟ چه توقعی نابجایی است؟ با این اعمالمون هم غیر این که اون بزرگوار رو رنج بدیم و آزار بدیم هیچی دیگه نیست پس وظیفه ما در مبارزات گروهی و اجتماعی این هست که با دادن اطلاعیه قبلی با دادن تذکرات جدی کم کم اینها رو عادت بدیم که آقا این اداره اونی که تو تصور میکنی نیست این دانشکده اونی که تو تصور میکنی نیست بله یه سری اول مخالفت هایی هم خواهند کرد عیبی نداره بکنن بعدن کم کم عادت خواهند کرد شما این کار رو شروع بکنید اگه مسئولیت دارید توی دبستان توی مدرسه تو راهنمایی تو دبیرستان خانم دختر شما باید حجاب داشته باشه وگرنه ما توی مدرسه نمیتونیم اون رو پذیرا باشیم تو دبستان دخترم شما باید حجاب داشته باشی وگرنه نمیتونیم پذیرای شما باشیم یک مجلس شهیدی بود سالگردش بود
هیچ جا بنده برای سخنرانی تقریبا نمیرم. دیشب این یه کاری برای ما انجام داده بود بنده خدا، یه کار خیلی بزرگی مخصوصا برای مرحوم والد ما انجام داده بودن، از خیشان هم بودن، رحم هم بودن، دعوت کرده بودن گفتن آقا بیاین بعد چند روز فلان اینها، گفتیم چشم. با یه کار پرتراکم و فشرده رها کردیم رفتیم، گفتیم شرکت کنیم توی مجلس. گو یکی از موضوعاتی که من میخوام اینجا شما صحبت کنی راجع به بدحجابی است. بعضی اینا که اینجا شرکت میکنن همچین حجاباشون مناسب نیست. حالا زیاد هم اینا چیز نبودن، ولی خب ایشون میگه همین که با مانتو رو سریم میام، من نمیخوام بیام، میخوام با چادر بیام، شما یه تذکر اینجور بدید. ما اول نشستیم اونجا دیدیم خب بخوایم الان راجع به حجاب هم تذکر بدیم. یه دختر بچه 6 ساله یه دونه مثل رکابی تن این کردن وسط مجلس داره میدوه. میخوام بهتون نمونه عرض بکنم. اول سخنرانی بسم الله رو که گفتیم، گفتیم آقا این دختر خانم مال هر کی است، ببرین یه چیزی تنش بکنین، فضای روحانی مجلس به هم نخوره، این مجلس اول یه فضای روحانی پیدا بکنین تا این حرفا تاثیر داشته باشه. این وسط بدوه، همم دارن نگاه میکنن، بازوهای سفید خیلی خوشگل خوشتیپ، عرض بخوام موها رو هم ریخته دور خودش. حالا بالاخره بچه است، 6 سالشه 5 سالشه هر چی، ولی فضا رو بالاخره یه جوری میگن که این حرفایی که من درست اصلا با این نمیخونه. مادرش فهمید، بلافاصله رفت کاپیشن از یک بنده خدایی گرفت تن این بچه کرد، از ترسش یه کلام گرفت کلای مردم کشید رو سر این بچه. گفتیم آقا به کلاش راضی نبودیم، اب نداره، همون می‌خواستیم این بچه دست و پرش پیدا نباشه تا این حرفو بزنه. بعد شروع کردیم حرفو زدن، یه جوری براشون حرف زدیم که اشک همه‌شون جاری شد، شروع کردن زار زار گریه کردن. کسانی که شاید در سال مثلا بعضیاشون شاید مثلا دو سه بار هم اینجور مثلا گریه نکرده. وقتی که انسان ببینید موقعیت رو اول فراهم بیاریم، ما اگر ما شروع کردیم از دبستان، بچه‌ای که آمده تو دبستان، مادرش وقتی آمد ما گفتیم که آقا این بچه تو دبستان، بله ایشون 7 سالشه، مادرش ایشون 7 سالشه، حجاب کار نمیخواد، 7 سال کلاس اوله، هنوز که تکلیف نشده. بله ما میدونیم، ما میفهمیم، نفهم که نیستیم، اما حالا تو عامل‌ها عرض میکنیم، اگر بخوایم بچه رو عادتش بدیم باید از همون 5 سالگی عادتش بدیم. اونجا باید این حدیث پیغمبر به ذهن‌ها و دل‌ها بنشینه که النقش و فل فی الصغر، العلم فی الصغر کالنقش و فل حجر. اگر به این بچه چیزی رو تفهیم کردی در کوچکی خیلی عالی و خوب، این بچه تو ذهنش دیگه خواهد نشست. خیلی بچه ها بودن، من این وقت رفتم دیدم 6 سالش بوده 5 سالش بوده، بهش گفتم این دختر خوب من اگر حجابش رو مراد کنی جایزه خوب من براش میدم. بعدا خود دختر بچه پیغام فرستاد که جایزه ما چی شد؟ گفتم حجاب تو چی شد؟ گفتم حجابم درست میکنم، گفتم من جایزه رو براش فرستادم. چند سال بعد گفتم من میشناسی؟ گفتم نه. گفتم من همون کسی هستم که امروز چادر سر میگم، تو در کوچکی یه جایزه مثلا 2000 تومانی به من دادی، من رفتم یه روسری سرم کردم، یه چادر به مادرم گفتم برای من دوخ سرم کردم، الان دارم با حجاب میگردم، مدیون شما هستیم، ممنون شما هم هستیم. خب چی شد؟ نه تندی، نه توبیخ، نه تو سر زدن، نه پونس اینجا فرو کردن مثل افراد رزل که حالا رفتن اونجا اون اعمال انجام میدن، نه کتک کاری کردن، نه هیچی. خیلی راه قشنگ و خوب، گیرم شروع بکنیم، حراست ها شروع بکنن، معاونت ها تو دبستان ها، تو دبیرستان ها، تو راهنمایی ها شروع بکنن، مسئول ها، افرادی که مسئولن تو ادارجات شروع بکنن. شما در جواب من در مبارزه گروهی خواهی گفت آقا ما هیچ مسئولیتی تو اداره، کارخونه، مدرسه، دانشگاه فلان نداریم. 10 نفر با هم هستید؟ میفرماید بله هستیم 10 نفر. 10 نفرتون با هم دیگه فلان خانوم میاد رچه تعویرش نگیر به عنوان بدحجاب. حدیث داریم، پیغمبرم این کار رو کرده، بهش میگن در اسلام مبارزه منفی، اسمش تو حدیث از مبارزه منفی، یعنی هیچ عملی نمیکنه، فقط محله میذاره طرف، بایکوتش کن. ببین اصلا تأثیر میذاره. آقا شما داری به بدحجاب لبخند میزنی، شما داری تحویلش میگیری. تو دانشگاه عزیز خوش حجاب بیشتر تعبیرش میده، سلام سلام خانم، حالتون خوبه، قربان شما، مرسی، بیاین جلو بیاین جلو که بهتون لغت نزنن. خب این که نشد مبارزه با بدحجابی که. 5 نفر هستید، مبارزه گروهیتون رو شروع بکنید. دعوا و مرافعی هم تو کار نیست، با اخلاق پسندیده،
سی دی های حجاب هست. من میخواستم خانم شما اینو به عنوان یک کسی که میخوام تحقیقاتی بکنم ببرید منزل گوش بکنید، برای من بیارید ببینم که نظر شما به عنوان فردی که عرض به خدمتتون که حجاب رو با یه دید دیگری بهش مینگرید ببینم نظر شما چی. فلان بعد حجاب هست تو فامیل ما فلان اینا، ما بگیم که خب شما الحمدلله که ما که جزء یک فرقه هستیم، شما هم که مثل اینکه اصلا حجاب رو کلا قبول ندارید دیگه. بله اگه گفت قبول دارم بسم الله، اینا میشه مبارزات فردی گروهی، 5 نفر 10 نفر. اگر تو فامیل ما 2 تا بعد حجاب هست همه فامیل شروع کنن تذکر بدن. حالا اینا تو عوامل عرض میکنن اصلا تغییر میکنه آقا، این حرفا نیست، کسی به ما حرف نزده. یه جوانی رو من دیدم یقهشو باز کرد، یا آقا پسر یک صلیب انداخته وسط یک جای دیدمش، یه صلیب انداخته تو گردنش، صداش زدم گفتم بیا آقا پسر اومد، گفتم عذرخواهی میکنم ببخشید کلیسای وارتانیان میدونین کجاست؟ گفت چی آقا؟ گفتم کلیسای وارتانیان. گفت نه برای چی عمه میپرسی آقا کلیسای وارتانیان؟ گفتم آخه شما اقلیت‌های دینی هستی، مگه شما مسیحی نیستی؟ گفت نه آقا من ارمنی نیستم. گفتم برای چی هستی شما؟ گفت من مسلمونم. گفتم کدوم مذهب هستی؟ گفت شیعه هستم. گفتم برای چی صلیب انداختی؟ گفت من توضیح میدم. این صلیب اینجا تازه نگاه کردی صلیب اینجوری که دکمهش انداخت. گفتم صلیب مال ارمنیاست، مال مسیحیاست، تو که بچه مسلمونی برای چی صلیب انداختی؟ خب دو تا تذکر باید داد که گونه های تذکر رو یاد بگیریم، روش هاش رو یاد بگیریم، به هر کی به یک طریقی دیگه این میندازه صلیب توی گردنش، خب خجالت بکشه دیگه. دعوا کردیم با سر زدیم تو صورت آقا، دماغش رو خون انداختیم، بادمجون پای چشمش کاشتیم، خب نکردیم، راهش داد، از راهش تذکر بهش داد، دیگه خجالت بکشه صلیب میندازه، میگه آقا من ارمنی نیستم، من امام حسینی هستم. پس در مبارزه گروهی 5 نفر 10 نفر تو ادارجات جاهای دیگه باید شروع کنه انسان کار بکنه. تو امامزاده ها انسان میاد یوهو یه نفر بعد حجاب متو، همه باید با هم بلند شن، چون آقا خانم امامزاده اینجا حرمت داره، ببخش بفرمایید خواهر، بفرمایید اون حجابتون درست کنیم، ببخش. مساجد اصلا امامزاده ها یه جوری شده شما امامزاده ساله تو تجریش برو، نه هم جاهای دیگه برو، همش نه. حالا خیلی ها شما میبینی که به متولیش من میرم میگم چه تذکر نمیدی، میگه فایده نداره آقا، میان همینجوری میان. خب این چه زیارتی است، چه عبادتی است، این که همش معصیته، چه فایده ای واقعا داره؟ اگرم به شما گفت آقا قلبت باید پاک باشه، شما هم در جواب برگش بهش بگو اصلا اسلام میخوایم چه کنیم؟ مسلمونیو بذار کنار، قلبت پاک باشه، نماز و روزه همه رو بذار کنار، قلبت پاک باشه، مسلمونی هم بذار کنار، یه باره کی کرکره رو بکش پایین، قلبت پاک باشه. خب جواب داره، خب اینکه نشود حرف. تا یکی میگه طرف آمده پیش بنده، به بنده میگه، میگه آقا ما گفتیم که قلبت پاک باشه، برای اینکه تو سواد نداری جواب بدی، خب بگو مسلمونیت هم بذاری کنم، قلبت پاک باشه. اصلا قلبت پاک باشه چرا قضا میخوری؟ چرا دستشویی میری؟ هر وقت دستشویی گیری بگو قلبمون پاک باشه، دستشویی میخوایم چیکار کنیم؟ قلبت پاک باشه، نهار و شام و صبحونه میخوایم چیکار کنیم؟ هر اول گفت آب میخوام تشنمه، بگو قلبت پاک بشه، آب میخوای چیکار کنی؟ اون که حرف نشد که آخه. الان شما ببینید توی قطارها، توی هواپیماها، تو ترمینالهای بین شهری، تو امامزاده ها، تو مساجد بعضن، تو مشاهد مشرفه، حرم امام رضا علیه السلام هم همچین با دودلی یه خود جلوگیری میکنن، اون جور سفت و سخت نیست. دو تا آدم احمق هم پیدا میشه که میاد میگه بله بنده دیشب امام رضا رو خواب دیدم، امام رضا من فهمم او به این زائرای من کاری نداشته باش. غلط کردی تو، مگه امام رضا میاد از بدحجابی طرفداری بکنه؟ امام رضا جلو آیات قرآن مگه میاد بیسته؟ امام رضا میاد خلاف روایت خودش و حدیثی که به ما گفته مگه میاد حرف بزنه؟ خواب حجیت اصلا نداره که. امام رضا فهموندن به زائرای من کاری نداشته باشی، بله تو رفتی با ظاهر امام رضا مثلا دعوا کردی، شاید امام رضا اومده برای این گفته. هیچ وقت امام رضا نخواهد گفتش که به بد حجاب تذکر نده، باید بهش تذکر داد تو حرم امام رضا بغل بیخ گوش امام رضا، بگو یا ابن رسول الله خودت فرمودی داریم بهش تذکر میدیم. خانم جلو امام معصوم حجابتو حفظ کن، جوراب نازک برای چی پیش اومدی اینجا؟ خب من ساکتم، تو ساکتی، او ساکته، همه ساکتن، هیچ. حالا شما ببینید کم کم حالا اتوبوس ها، شما چیزای دیگه مون هم همینطور، اتوبوس ها هم شما ببینید
سوارش میشین، کم کم برای نماز صبحام دیگه نگران نمیدارن، راحت. حالا انقلی به قطارام کشته میشه، میگه آقا این خط اون خط، میگه الان دو تا قطار تصادف میکنن، نماز صبحتون رو بعدم بخونید. حالا ببین اگه اینجوری نشو، برای اینکه وقتی که من و شما که 10 نفر تو این اتوبوسیم، 3 نفر باشه آقا نگهدار، نگه نمیدارم، میگه آقا ما پیاده میشیم، برای چی؟ میگه میخوام نماز بخونیم، شما میخوای بری برو. اگر نگه نداشت، اگر به خاطرت نایستاد، زبون داشته باش، حرفتو بزن. اگر این مطالب رو ما در مبارزات گروهی رعایت بکنیم، من معتقدم 70% بدحجابی ها و بیحجابی ها از بین خواهد رفت. چرا که به چه دلیل عرض میکنیم این مطلب رو؟ علکی نمیگیم. چرا که بیشتر بدحجابی های امروزی روی چشم و همچشمیه، روی نفهمی است. این خانوم از روستای شنگولاباد اومده، به اون که از روستای منگولاباد اومده نگاه میکنه، میبینه که اون چیز کرده، چادرشو وشته، دامن کوتاه باش کرده، میگه که نمیدونم مثلا قول آمدی یه دامن کوتاه برا ما بخر، ما جز روستای شنگولابادیم، از منگولابادی ها کم نیاریم، اونجا بامون کنیم. چیزی نمیفهم اصلا، هیچی نمیفهم. شما نگاه بکنید ببینید که همینطور هست، من میگم بهتون یا نه. چند تا افراد متشخص شما بین این بعد حجابا پیدا میکنید؟ چند تا به من نشون بدید. نمیخوام بگم افراد متشخص تو اینا نیستن، چند تا پیدا میکنید شما به من نشون بدید. 5 دقیقه ما با اینا صحبت بکنید. 70% بعد حجابی ها مال چشم همچشمه، 70%ش شاید همینقدر یا بیشتر مال نداشتن اطلاعات راجع به حجاب هست، نداشتن اعتقاد راستین به حجاب هست، عدم دانایی کامل به پیامدهای بدحجابی است. کاری که صدا و سیمای ما انجام نمیده متاسفانه، و ما هم نشستیم نگاه میکنیم، 5 تا نامه نمینویسیم، 10 تا پیامک نمیزنیم به صدا و سیما، چه وضعی است تو فلان فیلمی که تو داری نشون میدی که خانم رو سریش اینجوری بسته، گوشاش مثل خرگوش زده بیرون. خب نکن این کار رو، آخه این شرعن یا درست گوشش رو دیدن یا درست نیست. اگه درست نیست برای چی داری نشون میدی توی مملکت اسلامی؟ چرا در دل رهبر انقلاب رو خون میکنی تو با این کاره؟ که رهبر انقلاب هم برگردن بفهمن که آقا خیلی این موارد صدا و سیما مورد تایید من هم نیست. خب بخونید اینا رو شما. ما هم نشستیم ساکتی، پیامدهای بدحجابی بیان نمیشه، عقده های حقارت تشکیل دهنده بدحجابی های زیادی است، ترس از عقب ماندن، از تکامل های خیالی که خیال میکنن با این طریق به تکامل میرسن، طرف همچین ریششو مثلا یه جور خاصی زده، یک مثلا پیراهن مخصوص پوشته، مثلا فلان راجب حجاب داره صحبت میکنه، حجابو میکوبه. حالا ایشون چیکاره هستن؟ استاد جقول بقول از دانشگاه اینا هم کجاک هستن؟ آقا استاد جقول بقول هستی به حجاب و اعتقادات مردم چی شده؟ اصلا تخصص تو این زمینه داری صحبت میکنی؟ تو فلان کانال مثلا تلویزیون هم آمده مثلا صحبت میکنی؟ و اینها مسائلی است که وقتی من و شما چی نمیگیم تو مبارزات گروهی خودمون، متاسفانه این پیامدها رو داره و لحظه به لحظه جامعه سنگین و سنگین تر میشه. کار به جایی میرسه که اون وقت عرض میکنم دیگه شاید خدای نکرده نشه اون وقت براش کاری انجام داد. ما از جلسه آینده شروع میکنیم عوامل مبارزه با بدحجابی رو برمیشماریم، بیان میکنیم دانه به دانه، و احادیث زیبایی براتون خواهیم خوند، چند تا دونه البته در همین زمینه به صورت کلی، البته شما ببینید که مطلب به چه صورت هست. تا جلسه دیگر و موضوعی که عرض کردیم خدمتون، همه رو به خدای بزرگ می سپاریم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.